برای کشف کردن ظروف ظروفی که در عرض سال حمص مطرح شده دو طریقه هست، یکی سفید کردن، یکی هم اگالا. اگالا که توضیح داریم یعنی با وسیله آب جوش ما این حمص را که در درون بدنه این ظرف داخل شده باید بیرون میاریم، اینا پس میدیم، پس اینا خارج میکنیم. این حقاله، این معنی، این معنی حقاله. طریق دیگه لیبون سپید کردن که ما این ظرف را میدنیم روی آتش تا سرخ بشه. چون موقع حقاله کافیه برای کاشن کردن ظرفی که درش حامض احتمال شده، در صورتی که این حامض به طور مستقیم در داخل این ظرف نشده بلکه به طریق به واسطه به توسط مایع آب یا یعین یا شیر هر چیز دیگه به وسیله مایع داخل این بدن ظرف شده. یعنی ما در این ظرف آب ریختیم یا شیر ریختیم یا یعین ریختیم و این یا روغن، بعد این حمض را گذاشتیم توی این مایع و جوشاندیم و این حمض به وسیله مایع داخل بدن این ظرف شده. در این صورت همطور که به وسیله مایع بوده همطور هم ما آب جوش می‌داریم تو آب جوش و این حمض ازش خارج میشه. ولی اگر این حمض به وسیله مایع داخل نشده بلکه مستقیما حمض داخل این حمض شده، این ظرف شده، یعنی هیچ مایع نبوده بلکه حمض روی این ظرف گذاشته و این ظرف داغ شده و این به این طریقه دیگه این حمض داخل بدن شده، در این صورت ما نمیتونیم به وسیله حقالا یعنی گذاشتن این ظرف در آب جوش این حمض را خارج بکنیم. چرا؟ چون این حمض به چه وسیله داخل این ظرف شده؟ وسیله مایع، بلکه مستقیما تماس گرفته با ظرف تماس داشته بدون مستقیم و این حمض داخل این ظرف شده. پس همطور که اگر وسیله مایع داخل شده باشه با مایع با آب جوش این حمض را خارج میکنه، این همطور اگر مماس شده باشه این حمض مماس باشه با ظرف با آب جوش نمیتونیم این حمض را بیرون کنیم بلکه باید چکار کنیم؟ این ظرف را بذاریم روی آتش تا که دور سرخ بشه. در این صورت این حمض کاملا سوخته میشه و از بین میره. حالا اینا باید بدونیم که اگر انسان امکان نداره باشه که به وسیله حقالا این حمض را خارج کنه، یعنی حمضی که به وسیله مایع داخل ظرف شده، رای دیگه هم هست، ما میتونیم این ظرف رو بذاریم روی آتش بندازه داغ بشه، نه بندازه که سرخ بشه بلکه بندازه داغ بشه که اگر یک قطعه کاغذ را بذاریم روی این میسوزه، از بین میره، میسوزه، سیاه میشه، زغال میشه. یا در پختیم همیشه شده که اگر که رو بذاریم روی این ظرف اینقدر داغه که این میسوزنه. امروز که که کی که داره؟ اگر امروز کاغذ داریم، کاغذ اگر بریم روی این اینقدر داغ شده که این کاغذ میسوزه، در این صورت دیگه حقالا لازم نیست، خودش این به این طریقه حمض از بین میره، این حمض دیگه از این خارج میشه. ولی اگر این حمض مستقیما تماس داشته با ظرف، این کافی نیست که ما این یه کاغذ بذاریم بسوزه، نه، هنوز به اون درجه این درجه برای این حمضی که داخل این ظرف شده به طور مستقیم کافی نیست، بعد اگر بذاریم تا سرخ بشه، در این صورت این حمض کاملا سوخته میشه و از بین میره. این ظرف برای ما کاشره که ما در پزه با این اضافه کنیم. بنابراین سیخ کباب که در کباب مثلا کباب چرخی
گوشت چرب کردن با نون 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 و این اینا با این گوشت را که در داخل نون خشک داخل کردن اینا چسبوندن به سیخ و گذاشتن روی آتش. حالا در چون در این کباب در این گوشت همه مخلوط شده بعد این همه به چه طریقه به چه وسیله داخل این سیخ شده نبت وسیله مایع بلکه مستقیما به تماس داشته با این سیخ و این سیخ همه را در خود بلیده بنابراین این سیخ نمیتونیم با حگالا کاشر بکنیم بعد این سیخ بدن روی آتش تا سرخ بشه در این صورت این برای کاشر برای پسح کاشر. خب حالا یه موضوع که هم حد که نبدونیم که تابعی که ما درش گوشت سرخ کردیم یا نان سرخ کردیم نان که خیلی هستن که نان میدارن روی تابعه و کمی روغن و تخم مرغ میریزن روی این و اینا سرخ میکنن میخورن. حالا این تابعه درسته که درش روغن هست ولی روغن بنده زیاد نیست مثل آب نیست مثل آب گوشت که میذارن روی دیگ که این همه آب هست نیست یک کمی روغن که این نسوده فقط یک کمی سرخ بشه. حالا این چطوره؟ این چه کار میذاره؟ آیا چه حساب میشه این اندک روغنی که در این کتابه هست چه حساب میشه؟ مثل این که این همه وسیله مایع داخل این ظرف شده یا چون مقدار کمه مثل که مستقیما داخل تابه شده. در این صورت اختراب عقیده است بین پسخیم و مران عربستان در شناروخ ولی خود پسح این طور فتوا دادن که نه این حکم چی داره؟ حکم حامتی که به وسیله مایع داخل این ظرف شده برای این تابه را ما میتونیم بعد اینکه تمیز خوب تمیز بکنیم بسابیم هیچ اصلا نکه نمونه میداریم توی اگاه کنیم اگر این دیگه تابه کاشر میشه. ولی اگر در این تابه گوشت حرام ترفا فرش داده باشه با روغن این اگر کافه نیست بعد اینا بعدی بدن روی آتش تا سرخ بشه. این در یورده آب اینطور مرن بزنم اینطور پت بزنم که برای کاشر کردن تابه ای که توی این گوشت حرام دور کردن حقانا کافی نید بعد این را بعدی سویدش کرد بودش روی آتش تا سرخ بشه. چرا فرق پسح و سایر حمت و سایر خوراکی اصور چیه؟ چه فرق داره؟ حمت هم به آخر اصور ما در نمیتونیم در پسح حمت بخوریم. حمت کارته گوشت حرام کارت نیست برای این کارته چه فرقی داره؟ برای اینکه این حمد قبل از اینکه پسح برسه آیا اصور بوده؟ خودن اصور بوده؟ نه قبل از اینکه پسح برسه حتی روز آدین پسح ساعت در قبل از اینکه 4 ساعت قبل بعد از شروع روز منقضی بشه این چیه؟ این حمد برای مجاهده بخوریم اصور نیست خوراک اصور نیست خوراک حرام نیست چون در غیر از پسح این خوراک حرام نیست مجازه خوردن مجازه دبرین این سبکتره از خوراکی حرام دیگه گوشت ناکاشر همینطور مایه ناکاشر مایه حرام این مثل گوشت حرامه مایه حرام. اگر این تابه مایه حرام را توخ کردن این مایه حرام هیچ وقت مجازه میشه همیشه ازوره چون همیشه آسوره برای این سختره از حمد حتی با وجود اینکه در خود پسح این حمد خوردن کارته ولی چون در غیر از پسح این حمد خوردنش آسور نیست مجازه برای این سبکتره از سایر خوراکی همه خوراکی حرام. پس ما اینجا ببینیم فرق داره تابه کاشر کردن تابه فرق داره بین حمد و سایر خوراکی حرام. حمد برای عقلا کافیه سایر خوراکی حرام بعدی اینا بدهیم توی آتش تا این خوراک فرق بشه در این صورت مجازه.
حالا این اینم بدونیم که همیشه به وقتی حق علامی کنیم و ببینیم این هیچ لکه‌ای هیچ چرکی روی این ظرف نباشه، بعد اینو قشنگ بسابیم تمیز بکنیم بعد حق علامی کنیم، چون این لکه‌ای که روی این ظرف هست لکه چربی یا زنگ مثلا زنگ زده، این مانع خارج شدن مزه حمت میشه و این کاشر نیست. برای بعد اول خوب بسابیم بعد نگاه کنیم. همینطور هم لیبون هم که میخواییم سرخ کنیم بعد این رو خوب تمیز کنیم، بعد این رو بزنیم روی آتش تا سرخ بشه، بعد این بردر بعدا طریق کاشی کردن تنور و تنور گاز و سایر نقاط آشپزخانه رو بعدا توضیح میدیم.